سلام دوستان خوب، جمعه 9 شهریور 1403، 30 آگست 2024. در خبرهای دیروز دیدم که اداره نظام وظیفه یک بیانیه صادر کرده در دفاع از استاندار کهگیلو و رحمت. سید علی احمدزاده استاندار کهگیلو و رحمت، من نمیدونم اصالتا کجایی، اما سوابقش رو که دیدم از دانشگاه قم، یکی از دانشگاه علوم قضایی قم دکترا گرفته، بیشتر سمتهاش هم در قم و اطراف قم بود، در حالی که دوره کوتاهی هم فرماندار گچساران بود، ولی بیشتر سمتهاش در تهران بوده، سازمان تجهیزات حکومتی و در قم دو تا از معاونتهای استانداری قم داشته و سمتهای دیگه در قم، و عرض می‌کنم دکتراش رو هم ظاهرا از این دکترای کیلویی از قم گرفته. ایشون در شهریور سال 1400 در اوائل دولت رئیسی به عنوان استاندار کهگیلو و رحمت تعیین شد. دقت کنید، شهریور 1400. موضوعی که سازمان نظام وظیفه بیانیه صادر کرده و دفاع کرده از استاندار اینه که چند روز قبل در فضای مجازی خبری منتشر شد که فرزند استاندار به عنوان کفیل پدرش از سربازی معاف شده. خب اعتراض کردن که استانداری که برای زندگی روزمرهش نیاز به کفیل داره چطور میخواد استاندار باشه؟ به این بعد ماجرا کسی جواب نداده، ولی نظام وظیفه اومده بیانیه صادر کرده که بله ما بررسی کردیم، ایشون به حق کفالت گرفته. بعدم توضیح داده که در سال 1401 پرونده کفالت ایشون در استان کهگیلو و رحمت بررسی شده در بیمارستان‌های طرف قرارداد نظام وظیفه و بعد برای احتیاط، حالا راست و دروغش نمیدونم، در بیمارستان شیراز همین بررسی شده و تایید شده که ایشون نیاز به کفالت داره. خب حالا جمهوری اسلامی دیگه، انقدر ماشاءالله جمهوری اسلامی خوشنامه که حتی اگر به حق همین اتفاق افتاده باشه کسی باور نمیکنه. اولین سوال اینه که چطور جالبه که بعد از اینکه طرف استاندار اونجا شده در همون استان، خب میرفت یه استان دیگه، شایبه نباشه دیگه، ایشون که سالها قم بوده، میرفت در قم کار میکرد، سالها در تهران رئیس سازمان معاون سازمان تجهیزات حکومتی بوده، خب میرفت تهران کار انجام میداد، چرا در استانی که خودش استانداره و با توجه به ارتباطات ویژه‌ای که دولت رئیسی با نهادهای نظامی انتظامی داشت در همون استان پرونده کفالت باز کرده؟ میگم حتما در هر جای دیگه دنیا بود این اجازه رو نمیدادن، نه اینکه چون این کار در جمهوری اسلامی انجام شده بدنامی داره، ولی ضمن اینکه این کار خلاف انجام دادن و قطعاً شایبه داره که در استانی که پدر این آقا استاندار اونجاست و بر اساس روال اداری به خصوص در دولت رئیسی نیروهای نظامی و انتظامی هم زیر نظرش هستن، اونجا رفته پرونده بیماری بر خودش باز کرده و بعد تایید شده و بعد رفته استان همجوار که استاندار اونجا هم یکی از همکاران نظامیشون بوده، حالا اینم تازه نظام وظیفه ادعا میکنه. قطعا در هیچ جای دنیا اجازه نمیدارن در محلی که خود طرف مسئولیت داره این کار انجام بده، ولی حتی اگه اجازه نمیدارن جمهوری اسلامی استثناست، انقدر جمهوری اسلامی بدنام و فساد و رانت درش هست که اگر 1000% همین موضوع حق باشه کسی باور نمیکنه و میگن پارتی بازی شده و از زمان قطعا پارتی بازی شده. عرض میکنم اگر شایبی درش نبود در همون استانی که این استاندار این کار نمیکرد، میدونید که خیلی جالب جهت اطلاعاتون، اگر استاندار در استان خودش تخلفی بکنه در همون استان محاکمش نمیکنن. چرا؟ چون ممکنه با توجه به ارتباطاتی که وجود داره اعمال نفوذ کنه، یا برعکس با توجه به درگیری‌ها و رقابت‌های محلی بخوان اذیتش کنن. رسیدگی به جرائم استانداران در سراسر کشور در تهران انجام میشه، در دادسرای کارکنان دولت، قبل از انقلاب اسمش دیوان کیفر بود. خب پس این یک دلیلی وجود داره، جایی که طرف استاندار هست نه محاکمش میکنن، از اون پس نباید از امتیازات اونجا هم برخوردار بشه، ولی به هر حال این کار انجام داده. اما نکته مهمترش که مقفول واقع شده، استاندار به خصوص در سیستم حکومتی خامنه ای، اجازه بدین هلیکوپتر رد شه، افتخاری که همیشه بهش اشاره میکنن حضور در بین مردمه، همش خامنه میگه که شهید رئیسی میرفت وسط مردم، به پزشکان هم توصیه میکنه برو وسط مردم. خب کسی که باید مرتبا با مردم، سیستم اداری اینا اینطوری دیگه، مدیریت علمی که نیست، خود پزشکان هم نشون داد سیستم مدیریتش چطوریه،
توی همچین سیستمی که ظاهرا طرف باید بدو بدو بکنه، هر چی بیشتر در بین مردم باشه، هر چی بیشتر سخنرانی بکنه، هر چی بیشتر مصاحبه تلویزیونی بکنه، محبوب تر میشه از نظر حکومت و لابد کارآمدتر. خب کسی که توانایی اداره خودش نداره و برای زندگی روزمره نیاز به کفیل داره. ببینید دوستان، برید ببینید کفیل که منجر معافیت میشه، فلسفه وجودش اینه که طرف از انجام مسائل کارهای روزمره خودش و از مراقبت لازم برای خودش عاجزه، یک کفیل میذارن. بعد یه همچه آدم استانداره در یه استان محرومی که قرار لابد کار مضاعف هم انجام بده. ایشون تنها کس هم نیست، ما آقای هم داریم بنام آقای جنتی که چند سال پیش وقت همسر اولش فوت کرد در سن 90 سالگی رفتن برایش زن گرفتن و وقتی که از پسرش پرسیدن دیگه حالا سال 90 سالگی زن میخواست چیکار کنه، گفتشون برای مراقبت داخل خونه نیاز به یه نفر داشت. حالا نمیدونم چرا آقا نیوردن، شاید نمیدونم علتش چی بوده، ولی خب اون آدم الان برای ظاهرن، حالا ما که میدونیم پچه برده چه، ولی ظاهرن در شورای نگهبان نشسته در قانونگذاری تصمیم میگیره، در حالا رئیس خبرگان هم که مدتی بود اخیراً در راستای جوانگرایی دولت حکومت جمهوری اسلامی، ایشون که 98 سالش رفت کنار موحدی کرمانی 94 سال اومد جاش، ولی بالاخره چند سال رئیس خبرگان بود و در انتخابات دخالت میکنه، در قانونگذاری دخالت میکنه، بالاتر از اون در کارهایی که بهشون، حتی در کار شوراهای شهر دخالت میکنه. چند سال پیش یادتون باشه آقای نیکنام که عضو شورای شهر یزد بود، چون زرتشتی بود جنتی اومد اصلا نظر کرد که زرتشتی حق نداره عضو شورای شهری باشه که اکثریت مسلمانان، تو همه کار دخالت میکنه. بعد این آدم 90 ساله نیاز به یه نفر داره تو خونه مراقبش باشه. بعضی دیگه شون هم که وقتی مریض میشن مراقبتشون از جیب ملت ایران، یعنی خامنه ای مریض میشه یه بیمارستان رو قروق میکنن، اینا همه چی داشت هست. ولی مهمش اینه که من این دوتا مثال زدم، استاندار کوکوری و رحمت و جنتی، که نیاز به مراقبت ویژه دارن، بعد در جاهای قرار میگیرن که ظاهرا خیلی باید کار انجام بدن. به خصوص استاندار عرض میکنم، با استانداردهای جمهوری اسلامی که مدیر موفق کسی که دائم تو مردم باشه، بود دو این ور اون ور نمایش تلویزیونی ایجاد با بازیکن تئاتر بازی کنه، هی صبح مشغول سخنرانی باشه، مشغول عربده کشی و جیغ کشی باشه، خب کسی که در اداره روزمره زندگیش نیاز به یک سرپرست داره که کفالتش رو به عهده بگیره، من نمیدونم چطور میخواد استاندار بشه. داشتم این خبر رو میخوندم، یادم افتاد 6 سال خورده پیش من یک کاری دخترم داشت اینجا در اداره ایمیگریشن، اینجا وقتی رفتم اونجا، افسر مربوطه که اومد دیدم یه خانمی همراه افسر است، افسر یه آقای خیلی خوش برخورد با روی گشاده خنده رو اومد و متوجه شدم که ایشون کرولال هست و یک خانمی همراهش بود که مترجم بود. خب کار انجام داد، تموم شد رفت. من همون موقع رو فیسبوک، موقع بیشتر فیسبوک فعال بودم، نوشتم که من نمیتونم احترام خودم رو به این سیستم مخفی کنم که کسی که کرولال هست و هیچ آدم معروفی هم نبود، یعنی اگر بود حتما منعکس میشد پسر فلان کس کرولال، امکان براش وجود داره که از بخشی از توانایی های بدنش که مرتبط با اون شغله استفاده کنه. این هوش لازم باید داشته باشه، علم لازم. افسر ایمیگریشن میدونه در آمریکا و کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی اختیارات گسترده‌ای داره، یعنی اگر حالا این افسر توی اداره ایمیگریشن مستقل، همین افسر ممکنه موقع ماموریت در فرودگاه باشه، در یکی از مرزهای ورودی و خروجی باشه، ویزای ورود به آمریکا رو وزارت خارجه و سفارتخونه ها صادر میکنن، اما شما میتونید ممکنه با ویزای آمریکا وارد یکی از مرزهای ورودی فرودگاه یا مرزهای زمینی بشید. افسر ایمیگریشن انقدر اینجا قدرت داره که اختیار داره شما رو راه نده و شما رو برگردونه، یعنی افسر ایمیگریشن بر اساس آموزش هایی که دیده بررسی میکنه، اگر تشخیص بده که حضور شما در آمریکا برای منافع ملی و برای امنیت ملی آمریکا به صلاح نیست، این اختیار رو داره که ویزای شما رو لغو کنه و شما رو از آمریکا برگردونه. خب این یک توانایی های خاص، هوش خاص میخواد، تحصیلات خاص میخواد، تجربیات خاص میخواد. کسی که این توانایی رو داشته باشه، حالا یک ناتوانی داره با اون که زبانش کار نمیکنه، برای جبران این ناتوانی یک مترجم براش میذارن. یه خانمی بود که متخصص ترجمه، حالا نمیدونم اسمش چی میگن، حالا حتما اسم خاصی داره، نه کرولا اصلا، یه نفر باید حرفاشون رو بازگویی کنه و حرف طرف مقابل رو هم برای اون با حرکات دست و صورت و دهان انجام بده. خب شما اینو مقایسه کنید، حالا این که من خودم در اینجا دیدم، مقایسه کنید با که در کوکی رو بیرحمده، یقینا همه شماها که فکر میکنم، اگه نگم حالا همه، اصطلاحی که متاسفانه هممون عادت کردیم و به راحتی میگیم، ولی اکثریت قریب به اتفاق شما یا اکثریت بالایی از کسانی که الان حرف منو گوش میکنن
حتما سیستم اینجا رو تحسین میکنه که یک آدمی که توانایی فکری، هوشی، تحصیلاتی و تجربی در مورد یک کار جدید دیگه نیست، باید بشینه طرف با شما صحبت کنه، بررسی کنه و یک تصمیم بگیره. این توانایی رو داره. برای اجرای این توانایی یک نقص خداداد داره، یک نقص در خلقتش، از زبانش کار نمیکنه. فقط برای جبران این نقص پارتی بازی نکردن طرف بذارن اونجا. برای جبران این نقص یک مترجم میذارن مسئله حل میکنه. من مطمئنم اکثریت شما، اکثریت قاطعی از شماها تحسین میکنید این رو. اما همین شماها وقتی شنیدید که استاندار کوهگیری با رحمت فرزندش به خاطر کفالت پدر معافیت گرفته، یعنی کسی که استانداره مشکل جسمی داره و حالا پسرش اومده کفیل شده، این آدم استاندار شده ایران، یقین دارم اکثریت بالایی از شما اون کارو محکوم میکنید. خب اگر جمهوری اسلامی عاقل بشه باید رو این فکر کنه. اگر کسانی در جمهوری اسلامی هستن، کسانی که بررسی میکنن، کسانی که تحلیل میکنن، بررسی کنن چرا یک ایرانی میشینه وجود یک همچین کمکی به یک فرد دارای یک ناتوانی خاص در آمریکا رو تأیید میکنه و حتی تحسین میکنه و اون اقدامی که ظاهرا شبیه همونه کمک برای رفع ناتوانی یک نفر در اجرای وظایف قانونیش در ایران رو محکوم میکنه. به نظر من دلیلش اینه که دو دلیل عمده داره. یکی این که بسیار از افراد مطمئنن اون کسی که در ایران نشسته به خاطر تواناییش در اینجا قرار نگرفته، به خاطر رانتی که و ارتباطاتی که داشته. حالا برای این که مثلا اون کارو، من که اعتقاد ندارم ایشون اصلا کلا نیاز به کفیل داشته، این پارتی بازی کرده پسرش معاف بشه، ولی با فرض قریب به صفر، نزدیک به صفر این که واقعا نیاز به کمک داشته، برداشت افراد، تحلیل افراد و قضاوت اکثریت افراد اینه که این آدم که توانایی مدیریتی نداره، چون قرار بود استاندار بذارنش و با فرض اینکه ناتوانه کفیل براش گذاشتن. اما اینجا طرف چون مطمئن همه کسانی که قضاوت میکنن بر اساس ظواهر و بر اساس تجربیات و بر اساس علائم و قرائنی که وجود داره میگن، طرف حتما و واقعا هم همینطوره. این افسر ایمیگریشن اینجا عرض کردم اختیاراتش بسیار گسترده است، اصلا امکان نداره یک آدمی که ناتوان بذارن، ناتوان باشه و در تشخیصش دقیق نباشه بذارن، چون بحث امنیت ملی کشورشون مطرحه. کسی که در اداره ایمیگریشن قرار میگیره یک تصمیمش ممکنه یک ناامنی بزرگ، یک حادثه امنیتی کشور، اینکه یک آدمی که شایسته نیست وارد کشورشون بشه و حالا مراحل بعدی طرف ممکنه گرین کارت بگیره، پاسپورت آمریکا بگیره، حالا اتفاقات مختلف. پس این کسی که میخواد افسر ایمیگریشن بشه حتما توانایی باید داشته باشه. یعنی فرض کسانی که این داستانی که من گفتم میشنون اینه که بله طرف واقعا توانایی داره، یک ضعف داره و اونم که کرولال هست، زبان و گوشش کار نمیکنه. برای رفع این ضعف و استفاده از توان و پتانسیل اون فرد توانمند، یک نفر استخدام میکنه، دولت آمریکا بهش حقوق میده که تو بغل دست این افسر بنشین. این وظیفه دولت آمریکاست، همونطوری که یک کسی که مثلا نارسایی قلبی داره، نارسایی کلیوی داره، ضعف بدنی داره، فلج هست، دولت آمبولانس در اختیارش میذاره. اینجا میدونید اینجا برای افرادی که فلج هستند و ناتوان در راه رفتن، برای همشون بدون استثنا بیمه های وجود داره. طرف میتونه از قبل هماهنگ کنه، هر جا میخواد بره ماشین های مخصوص میاد در خونهش طرفو میبره میاره، راننده موظفه بیاد طرف دم در خونه تحویل بگیره، سوار ماشین کنه، ببره در محل پیاده کنه. این کمکی برای همه وجود داره. دقت کن موضوع اینه، این کمکی برای همه وجود داره و بدون دردسر وجود داره، نیاز به پارتی بازی نیست. برای یک کسی هم که یک توانایی خاص داره انجام میدن، یک نفر رو میذارن. یعنی ببینید همونطور که برای یک آدم عرض میکنم، کسی که در راه رفتن یا هر مشکل داره، حتما حکومت سوبسید پرداخت کنه، پول پرداخت کنه، کسی به طرفو برداره ببره به مقصد برسونه. اینجا هم برای کسی که ناتوانی زبانی داره یه نفر میذارن برای اینکه بتونه توانایی هاشو انجام بده. تازه اون کسی که میبرنش این برون بر شاید الان کارایی خاصی برای دولت و مردم نداشته باشه، ولی بالاخره یک روزی در این کشور یا همین امروز در کشور داره مالیات این حسابا رو میکنن. طرف در اینجا داره زندگی میکنه، حق حیات داره، ضمن اینکه در همین کشور هم داره مالیات میده و باید بتونه از سرویس های کشور استفاده کنه. خب همین رو برای کسی که الان کارایی هم داره، برای حکومت داره، یک کار مهم و یک کار تاثیرگذار ایمیگریشن انجام میده. اما در مورد طرفی که در ایرانه، فرض برای این که طرف اصلا کارآمد نیست، به خاطر رانت به این سمت رسیده، حالا که به خاطر رانت به این سمت رسیده، برای اینکه اون ضعفش رو جبران کنن یه نفر رو بغل دستش میشونن و میشه کفیلش. خب حالا شما حساب بکنید فرق دیگه چیه اینجا؟ اینجا اینی که نیومدن برادر این آقا رو پارتی بازی کنن بغل، یک کسی رو استخدام کردن، هیچ ربطی هم به این آقا نداره، اتفاقا مقید هستن. در این طور کارها خیلی مهمه که کسی که بغل دست طرف میشینه نه با اون افسر ارتباط خیشی و سببی یا نسبی به قول ما داشته باشه، نه با کسی که
طرف مصاحبه قرار میگیره. اینا خیلی رونش حساسن، مثل دادگاه هیئت منصفه و دیگران. ولی به هر حال برادرش یا برادرزارش نیوردن اینجا بشونن. اونجا هم اگر واقعا یک استاندار خیلی آدمه مثلا مهمی که اصلا اگه نباشه مملکت تعطیل میشه و نیاز به کمک داره، که من عرض میکنم با استانداردهای جمهوری اسلامی به درد استانداری نمیخوره. استاندار در جمهوری اسلامی فقط باید بدو باشه، اصلا لازم نیست فکرش کار بکنه، باید زبانش در تملق به جمهوری اسلامی خیلی ماهر باشه، چشمشو بر جنایت‌ها و فسادها ببنده و حالا تسلیم مقام معظم رهبری باشه، همین کفایت میکنه. ولی به هر حال برای همچین آدمی اومدن فرزندشو کفالت بشارن. و میگم نکته مهمش اینه که در استانی که خودش استانداره و به طریقی و به نوعی نیروی انتظامی و نظام وظیفه زیر نظرش هستن. فرق قصه اینه. زمینی که عرض میکنم انقدر جمهوری اسلامی بدنامه، من دیروزم در قصه اصفهان گفتم، انفجار اصفهان، اگر حتی واقعا نشت گاز باشه که من نمیدونم چرا کسی که در اثر نشت گاز کشته شده بهش میگن شهید، ولی باور کنید، نمیدونم شما که توی ایرانید بهتر میدونید، اما فکر نمیکنم به تعداد مثلا حالا از نظر درصد به تعداد انگشتان دست مثلا 10% مردم حتی باور کنن که نشت گاز بوده. به خاطر بدنامی حکومت، به خاطر دروغ‌های فراوانی که گفته، به خاطر لاپوشونایی که شده. و اینجا هم همینطوره. اینجا هم یعنی حتی اگر فرض کنیم که واقعا این فرد نیاز به کفیل داشته که اصلا در سیستم جمهوری اسلامی رعایت استاندار بشه، مردم باور نمی‌کنن. و این مصیبتی که جمهوری اسلامی برای خودش درست کرده و یقیناً حکومتی که یک همچین مصیبتی داره در بحران‌های بزرگ بسیار شکننده خواهد بود که در آینده خواهید دید و همین الانش هم دارید می‌بینید. یعنی در جاهایی که حکومت از مردم درخواست می‌کنه که آقا مصرف برق رو لطفاً کم کنید، فکر نمی‌کنم 1% مردم حرف حکومت رو گوش کنن، چون مردم باور نمی‌کنن، میگن آقا دروغ میگن، اینا برق اضافه دارن صادر می‌کنن به عراق. یعنی حتی اگه کم بوده برق هم باشه که خود مردم شبانه روز تو خونه‌شون هم لمس می‌کنن، حس می‌کنن، حکومت رو باور نمی‌کنن. این سرنوشت حکومتی که 45 ساله به مردم دروغ میگه. شب و روزتون خوش.